سکانداران دستگاه دیپلماسی آمریکا این روزها تمام تلاش خود را بر مهار ایران متمرکز کردند. ایران چه می‌کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. نام‌آوران این روزهای دستگاه دیپلماسی آمریکا از چهره مثل جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گرفته تا مایک پومپئو وزیر خارجه و برایان هوک مسئول گروه اقدام علیه ایران در تلاشی بی‌وقفه‌اند تا اقتصاد و سیاست حکومت ایران را زمینگیر کنند. ترکیب تحریم‌هایی که از نظر شدت و گستردگی بی‌نظیر است با یک دیپلماسی فعال. آمریکا می‌گوید به دنبال تغییر رژیم نیست. با این اوضاع و احوال چقدر هدف آمریکا در مورد ایران روشن است؟ مقام‌های ارشد ایران می‌گویند فعلا نه زمان جنگ است و نه شرایط مذاکره. آنها با خود چه سنجشی کردند؟ در این زمینه‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم با مهمانان برنامه: حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی از هامبورگ آلمان، محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار تلفنی از مشهد، و اینجا در استودیو فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی. خوش آمد میگم به همه میهمانان برنامه. آقای نگهدار، الان مدتی هست که فشارهای آمریکا شروع شده، دور تازش، تا حالا چی به دست آوردند؟ خب مهمترین تأثیری که سیاست جدید آمریکا بعد از خروج از برجام بر جای گذاشته، درست کردن یک فضای نگرانی عمیق در جامعه ایرانی هست و این تلاطماتی رو در بازارها به وجود آورده، نرخ ارز دلار و سایر ارزها رو به شدت تغییر داده، مردم رو به صرافت انداخته که سرمایه های خودشون رو، ذخیره های ریالی خودشون رو هرچی بیشتر از دست بدن، و همچنین خروج کمپانی های بزرگ رو از ایران موجب شده که این هم باز بر نگرانی های مردم ایران افزوده. تا اینجا این دستاوردها رو این سیاست های جدید آقای ترامپ بر جای گذاشته. آقای جوادی حصار، شما در داخل ایران هستید، شما چطور میبینید اوضاع رو؟ آیا مواردی که آقای نگهدار اشاره کردند به عنوان دستاوردها در اونجا هم به همین شکل دیده میشه؟ بله، اینجا تقریبا همینه، اما یه مقداری باید عرض بکنم که شرایط داخلی هم به این مسئله کمک کرده. یعنی نارضایتی های عمومی از دولت و کاهش مقبولیت عامه در نزد دولت مردان و رجال حاکم باید شده که این مقدار حرف های دولت مردان برای کنترل و به دست گرفتن فضای عمومی کم تأثیرتر باشه، و این کم تأثیری از اون طرف فشار میاره و فضا رو ملتهب‌تر میکنه. یعنی اگر یه وعده ای یا یه تهدیدی از جانب آمریکایی ها میشد در شرط غیر از شرط کنونی، احتمال تأثیرش میتوانست کمتر باشه، ولی الان چون اعتماد عمومی نیست، از طرف نگرانی و اضطراب هم در جامعه وجود داره، اعتماد به دولت مردان و رجال منطقی و نزدیکان اونها افزایش پیدا کرده، باید بگم که شرایط عمومی کشور از یک سال گذشته به این طرف خیلی کمک کرد به تأثیر گسترده‌تر فضای تحریم. ببینید هنوز تحریم ها شروع نشده بود، ولی یعنی موج قبل از تحریم موج روانی بود که آمد داخل ایران، و به خاطر اون قصه‌ای که عرض کردم این موج روانی اثر خودش رو گذاشت، و الان که تحریم ها داره تازه شروع میشه، ما باید نوسانات بعد از اون تأثیرات رو داشته باشیم. درست. آقای شریعت مداری، برایان هوک از مقام‌های ارشد وزارت خارجه که مسئول گروه اقدام علیه حکومت ایران هم تعیین شده، میگه که 24 کشور رو سفر کرده همین اواخر تا اونها رو علیه ایران متحد بکنن. آقای بولتون سفرهای متعددی داشتند، آقای پومپئو هم همینطور. دلیل این که تا این اندازه بر موضوع ایران در وزارت خارجه و در دستگاه دیپلماسی آمریکا تاکید میشه چیه؟ بله، ببینید، ترجیح آقای خامنه‌ای همونطور که در صحبتش گفته
ادامه وضع این همزیستی غیر مسالمت آمیز با آمریکاست و قصد قاطع آقای ترامپ و تیمش اینه که این حالت نباید اینطور بمونه. ما این حالت به ضرر آمریکاست، ادامه این حالت به ضرر متحدین آمریکا در منطقه است. نفوذ ایران در چنین حالتی میتواند رو به گسترش باشه و باید منابع اقتصادی ایران رو به حداقل رسون و که نارضایتی ها در حقیقت امکان بروز پیدا بکنه و این حکومت رو با بحرانی مواجه کرد که گزینه ای جز انتخاب یکی از دو طرف قضیه نداشته باشه و بنابراین چون این کار رو شروع کرده این تحرکات دیپلماتیک برای پیدا کردن متحدین بیشتر برای این کار یا الزام متحدین آمریکا به تأسی از چنین سیاستی است و به این دلیل که اینقدر این سیاست پرتحرک شد. خب آقای شریعت مداری، خود دولت آمریکا حرفش اینه که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم، ولی خب چهره هایی الان در مصدر تصمیم گیری هستن مثل آقای بولتون، مثل آقای جولیانی که تا مدت ها چیزی غیر از تغییر رژیم نمیخواستن، اون هم خیلی علنی. این چیزهایی که داره انجام میشه چه فرقی داره با تغییر رژیم؟ بله ببینید، اینا در حقیقت یک مرحله جلوتر از تغییر رفتار رژیم رفتن و خواستار تغییر ماهیت ایدئولوژیک و انقلابی رژیم که به در حقیقت قول آقای خامنه‌ای در رأس محور مقاومت بر علیه آمریکاست می باشد. اینها در حقیقت می خواهند از ایران نظامی ساخته بشه که با آمریکا روابط عادی داشته باشه، در سطح منطقه دخالت‌های ایدئولوژیک نکنه، با متحدین آمریکا از جمله اسرائیل و عربستان سعودی روابط خصمانه نداشته باشه و مجموع اینها در حقیقت اگر نگوییم که چندان فرقی با رژیم چنج نداره و اگر به چنین توافقی به فرض محال برسند که بسیار سخته، دیگر جمهوری اسلامی فقط اسمی بدون مسما خواهد بود و ماهیتش کاملا از اون که در از این 40 سال داشته عوض میشه و این چیزیست که مذاکرات رو بسیار سخت میکنه و اگر هم بشه به نتیجه رسوندن اون بسیار سخت تر خواهد. آقای نگهدار، همین روزها گروه اقدام علیه ایران تشکیل شد. خیلی ها گفتن که همزمانی تشکیل این گروه با 60th سالگرد کودتای 28 مرداد میتونه خودش یک نشانه باشه. شما هم چنین نشانه ای رو میبینید؟ قطعا این تعبیر به لحاظ دیدگاه هایی که در ایالات متحده آمریکا وجود داره این همسانی وجود داره، نه به لحاظ دیدگاه هایی که در ایران وجود داره. یعنی وضعیت کنونی ایران رو و آرایش قوا در ایران رو با 65 سال پیش که شاه بود و مصدق بود و کاشانی بود و دیگران نمیتونیم مقایسه بکنیم، ولی دیدگاه ها در ایالات متحده آمریکا در کودتای 28 مرداد ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که به نیروهای ایرانی اتکا بکنه و نه به نیروی نظامی آمریکا برای مداخله در ایران. من فکر میکنم پروژه آقای ترامپ و بولتون و برایان هوک اعزام قشونهای وسیع نظامی به ایران مثل پروژه عراق یا افغانستان نیست. حتی در حد لیبی هم اونها آرایش نظامی درست نکردند که با بمباران مثلا یک نیروی مخالف رو راه باز کنند براش که فتح بکنه شهرها رو و کنترل بکنند. این اتفاق نمیفته، به این دلیل که اگر هر کسی در این دوره چنین کاری رو بکنه دست خودش رو، گور خودش رو با دست خودش کرده. این کار رو نمی کنند. بنابراین تغییر رژیم از طریق اعمال قدرت نظامی تو دستور کار ایالات متحده آمریکا نیست و اون سال هم نبوده. از سوی دیگه به صفر رسوندن تولید نفت و فروش نفت از جانب ایران در دستور کار آقای دالس و
آیزنهاور و اینها بود و الان هم باز هست. این برنامه رو میخوان پیاده بکنن و آقای بولتون و آقای برانهوک هم دنبال همین قضیه هستند. سوم، ایجاد یعنی دامن زدن به نارضایتی عمومی و تشویش افکار عمومی، نگران کردن از آینده هم که اگر شما نبینید مثل پروژه رو در شیلی پیاده کردن، در 28 مرداد پیاده کردن و الان دارن در ایران پیش میبرند. به این دلایل یکی هست. اما اگر برگردم به اون پاسخ سوال شما که آیا این پروژه ها مثل 28 مرداد به تغییر رژیم و کودتای نظامی و اینها بدل میشه یا نمیشه، ما الان مؤلف هایی نمیبینیم که در حکومت جمهوری اسلامی، در حکومت جمهوری اسلامی ایران یک پایگاه قوی داشته باشه در اون زمان، در دربار و بخش از روحانیت و بخش مهمی از ارتش حمایت میکردن از پروژه های آمریکا. الان ما نمیبینیم یه همچین نقطه اتکایی در درون نظام داشته باشند. بنابراین من این که بگم میخواد اون تغییر رو میتونه انجام بده، اصلا نمیبینم شرایطش رو وجود داشته باشه. دنبال اهداف دیگری که در دور بعد اهداف رو من توضیح خواهم داد که چه است. آقای جوادی انصار، آقای شریعت مزاری اشاره کردند که به نظر میاد حاکمیت در ایران به دنبال یک نوع همزیستی غیر مسالمت آمیز با آمریکا هست. نگرانی ها رو شما اشاره کردید، آقای نگهدار هم توضیح مفصلی دادند. مردم در ایران تا اونجایی که شما با اونها در تماس هستی چه حسی دارن؟ آیا هیچ مقاومتی ممکنه ایجاد بشه در برابر فشارهای آمریکا وقتی که میبینن اوضاع کشور به سمت فشار بیشتر بر روی اونها در حرکت هست؟ بله، به نظر من یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها یا طرفداران آمریکا تونستن از طریق افکار عمومی انجام دادن این بوده که به نحوی افکار عمومی رو قانع کنن که ایران سر سازش و گفتگو با دنیا رو نداره و ایران میخواد که در منطقه بالاخره مداخلات نامتعارف داشته باشه و به یک نحوی موفق هم بودن، کما اینکه در مسئله فلسطین، در مسئله سوریه، در مسئله عراق یه بخشی از مردم رو به این نقطه رسونده بودن که وقتی ما خودمون دچار مشکلات شدید اقتصادی هستیم چه لزومی داره که به کشورهای دیگه کمک رو کنیم و به تعبیر ایرانی قضیه چراغی که به خانه رواست مسجد حرام است. این فضا رو ایجاد کردن و توانستن در این قضیه موفق باشن. اما یه نگرانی شدیدتر و عمیق‌تری هم وجود داره، اون اینکه خب حالا اگر ایران با آمریکا یا خواست وارد گفتگو و مذاکره بشه و از این امکاناتی که الان داره دست برداره و کوتاه بیاد، چه تضمینی وجود داره که آمریکایی‌ها وفای به عهد کنن و پیمان شکنی نکنن و تمامت‌خواهی نکنن و باز نیان یه بهانه دیگری رو بتراشن؟ حقیقت ماجرا این است که عمق وجدان ملت ایران از مداخله خارجی بیزاره. اصل ملت ایران از تصدیگری و تحکم غیر ایرانی بر ایرانی بیزاره و نمیپذیرن این رو. و نقطه هزیمت آمریکایی ها هم به نظر من همینجاست که اگر فشار رو بیشتر از حد متعارف به ایران بیارن، به نحوی که ایران و ایرانی ها بتوانن اثبات کنن که آمریکا در پی تغییر رژیم جمهوری اسلامی یا مداخلات نظامی و غیر نظامی در منافع ملی ایران هست، اون وقت مردم قطعا موضعشون عوض خواهد شد. ایران و دولت مردان ایرانی الان اگه بتوانن یک کار، به نظر من این از شخص رهبری هم برمیاد، یک کار سترگی رو سامان بدن و اون این که اعتماد مردم رو به حاکمیت و به دولت برگردونن، اون چیزی که خدشه‌دار شده الان به شدت، بسیاری از آسیب‌ها رو میتونن دفع کنن و بسیاری شرایط میتونن کنترل در بیارن. به نظر من یکی از کارهای مهمی که رهبری باید به نظر بنده عرض می‌کنم باید انجام بده این است که این مسئله فساد ستیزی در کشور رو به یک مطالبه ملی تبدیل کنن و با هر رده ای از فساد در کشور شخص خودشون برخورد کنن. درست. ما آقای جوادی انصار، ما میرسیم به این بحث که خب چی کار میشه کرد یا الان مقام ها در حکومت ایران چی کار میخوان بکنن. سوال من اینه که
تا چه اندازه مطالبه مردم در کوچه و خیابان مطابقت میکنه با آنچه که مثلا آمریکایی ها میخوان، سیاست تغییر رفتار مثلا یا چیزهایی از این دست؟ در یه جاهایی شباهت های زیادی وجود داره، مثلا از جنس اون چیزی که ایران چرا در سوریه هست، ایران چرا در عراق بوده، ایران چرا از حوثی ها حمایت میکنه، برای جنس گفتگوها فرق میکنه. اینا نمیگن که ایران در سوریه دخالت نکنه، ایران در یمن دخالت نکنه، اونجا حضور نداشته باشه. اینا میگن ما رو سیر کنن، مردم ما رو گرسنه نگه ندارن، هر کاری دلشون میخواد بکنن. یعنی بس اینه. اینا میگن از گلوی ما نکشین ببرین اونجا خرج کنین. تفاوت داره بین نگاه ایرانی ها با نگاه آمریکایی ها. ایرانی ها اگر اثبات کنن به مردمشون، یعنی دولت ایران اثبات کنه که ما در سوریه برای حفظ منافعمون هستیم، برای منافع ملیمون هستیم، همونطور که آمریکایی ها در خلیج فارس برای منافع ملیشون حضور دارن، ما در عراق و یمن برای حفظ منافع ملیمون حضور داریم، مردم قانع بشن میپذیرن. ولی یک نقطه ای که خیلی آسیبزا کرده این تئوری رو و این نظریه رو این است که شما نمیتوانید به نحوی به مسائل بیرونی بپردازید که از مسائل داخلی غفلت کنید. مردم ما نان شب میخوان، آرامش خاطر میخوان، امنیت اجتماعی میخوان، آزادی های متعارف رو لازم دارن و اینا اگر تأمین بشه و تضمین بشه در اونجاها بودن خیلی برای مردم به نظر من جزء اولویت اول نیست. درست. آقای شریعت مدیر، شما گفتین که سیاست کلی حکومت در ایران همزیستی غیر مسالمت آمیزه. در همین زمینه معلوم هست که ایران میخواد چیکار بکنه؟ تا چه اندازه روشنه با توجه به فشارهایی که آقای جوادی حصار اشاره کردن در داخل وجود داره؟ بله، ببینید، اولا سالهای سال است که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته منافع نظام رو بر منافع ملی منطبق کنه، بلکه امروز برای اکثریت مردم واضحه که منافع نظام در تقابل با منافع ملی است و ماجراجویی هایی که این نظام در اطراف و اکناف کشور داره نه تنها به نفع منافع ملی نیست، بلکه باعث انزوای ایران، تحمیل 40 سال حصر اقتصادی کم یا بیش از سوی کشورهای غربی بر ایرانه و جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته ماهیت ضد حقوق بشری، ماجراجویانه و ایدئولوژیک خودش رو ترمیم یا اصلاح کنه، بلکه به همه اینها یک فسادی چنان اضافه شده که امروز اگر ما بگوییم حکومت باندهای مافیایی بر مملکت که این حکومت گسترده تر از اقتدار آقای خامنه‌ای و سپاه و آقای روحانی، سخنی به مبالغه نگفتیم. اون چی که امروز در ایران مطرحه در مقابل این خطرهای جانکاه که ممکن است علاوه بر این که این نظام بره مملکت ما را هم دستخوش تغییرات ناخوشایندی بکنه، نه تنها دیدن این خطر در اولویت دولت مردان نیست، بلکه مبارزه قدرت، پر کردن جیب ها و چمدان ها و مسابقه در اون در حقیقت بر هر چیز دیگری اولویت داره. این نظام فلک هست و در سراشیب فروپاشی است. فروپاشی یعنی مرحله ای که نظام هنوز قدرت سرکوب داره ولی اقتدار نداره. قدرت با اقتدار فرق داره. اقتدار چنان زمینه ای از ترکیب قدرت نرم و قدرت سخت هست که یک نظام میتواند به کمک اون به خواسته های خودش و پروژه های خودش برسه، اونها رو اجرایی کنه. این نظام جز سرکوب منطقی نداره و هیچ پروژه ای رو حتی در حد نسبی نمیتونه اجرا کنه. شما ملاحظه کنید به همه تمهیداتی که دولت روحانی برای کنترل نرخ ارز و کنترل بازار کرد و چه سخت شکست خورد و چه مفتزهانه مجبور شد که عقب نشینی بکنه. شما در مبارزه با فساد ببینید که کل این نظام رو در بر گرفته و هر کسی یک تابلوی چی بود چی بود من نبودم در دست گرفته و سعی میکنه که عده دیگر رو افشا کنه و باند خودش رو نجات بده. مردم به درستی فهمیدن که دشمن ما همینجاست، بی خود میگن آمریکاست. شاید یکی از کشورهای معدودی که ترامپ محبوبیت داره ایرانه. ببینید این حاکمان چه کار کردن که
رهبری که در هیچ کجای دنیا در حقیقت حسرت محبوبیت داره در جاهای مختلف دنیا، در ایران به یکی از خودش و تیمش از چهرهای محبوب تبدیل میشن. خب برای اینکه فکر میکنن در این زمین البته نمیشه اینو ثابت کرد، نظرسنجی صورت نگرفته. من میگم تو... شما اگر نخواستید ثابت نکنید، بالاخره شنوندگان در... میشنوند در هر صورت. بله، نکته ای که من میخواستم از شما بپرسم این است که شما گفتید که هیچ پروژه‌ای رو اینها نتونستن به آخر برسونند و در سراشیب سقوط هستند. خود حاکمیت میگه که این حرفا رو ما نزدیک به 40 ساله که میشنویم، یعنی از همون اول انقلاب همیشه کسان میومدن و سرنگونی انقلاب رو پیشبینی میکردن، ولی خب این ادامه پیدا کرده. و ضمن اون میگن که ما از یک کشوری که در حال جنگ بودیم، از یک کشوری که به شدت تخریب میشدیم و دنیا در برابر ما ایستاده بود، الان تبدیل شدیم به یک قدرت منطقه‌ای و همین حضور ما در خارج از مرزهای ایرانه که باعث نگرانی کشورهای بعضی از کشورهای منطقه به قول اونها که همسو هستند با آمریکا شده. بله، اولا در این استدلال چند اشکال عمده داره. اولا گروگانگیری سفارت آمریکا به ایران تحمیل نشد. یکی از بزرگترین مشکلات ما که داوطلبانه به سمت اون رفتیم گروگانگیری سفارت آمریکا بود. بعد از اون ادامه 6 سال جنگ بعد از خروج عراقی ها از کشور و اخراج اونها به وسیله ارتش و سپاه جزء ملزومات نبود. بعد از اون ادامه مخاصمه با آمریکا لازم نبود. ادامه مخاصمه با غرب لازم نبود. ترورهایی که ایران رو در حقیقت در رده کشورهای تروریست قرار داد لازم نبود. بنابراین این حرفا پایه‌ای نداره. حضور ما در کشورهای دیگر درست ما رو به یک قدرت منطقه‌ای ممکنه تبدیل کنه، ولی یادمون نره شوروی موقعی فروپاشید که یک قدرت جهانی بود. اتفاقا قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی چون همه ماحصل مالی خودشون رو شخ میزنن در داخل و خرج نفوذ خودشون در منطقه میکنن، چنون توهی دست میشن که بیشتر در معرض سقوطن. و این کاریست که الان جمهوری اسلامی کرده. شما ببینید مهمترین منبع خروج از سپاه از این مملکت. سپاه روزانه مبلغ متنابهی شاید بیش از 40% ارز ماحصل مملکت رو منظم بیرون میبره تا خرج ماجراجویی های خودش بکنه. اگر این پول صرف بهداشت، صرف دارو، صرف خرج مردم در داخل میشد وضع بهتر بود. علاوه بر اون این حالت دور زدن تحریم ها و جنگ و نسل محیطی رو فراهم کرده که مافیاهای قدرت در اون پرورش یافتن و اکنون به قولی تبدیل شدن که هیچ کس قادر به مهار اونها نیست. این استدلالات بالمره سخیف است و هیچ کدوم پایه در واقعیت نداره. آقای نگهدار شما چی فکر میکنید؟ البته گفته شده که نه جنگ نه مذاکره از طرف ایران، یعنی گفتن که چی رو نمیخوان، ولی آیا نقشه راهی دارن از این که چی میخوان؟ قبل از این من چون بحث از مسیری خارج شد و برگشت به مرور کارنامه جمهوری اسلامی ایران و اگر در اینجا سکوتی پیش بیاد شاید حمله بر توافق بشه، من باید بگم که از ابتدای انقلاب اگر ما با تجربه‌ای که امروز داریم جلومون داریم میگذاشتیم و میخواستیم دوباره نگاه بکنیم که چه کردیم و چه نکردیم، خب یکی از نیروهایی که خیلی انتقاد داشته به جمهوری اسلامی ایران که فضا رو بست و حتی به اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در همون اوایل انقلاب وقتی که قضیه سفارت و اینها مطرح شد و نگذاشت مناسبات صلح‌آمیز از طریق گفتگو، از طریق مناظره، از طریق تلویزیون و رسانه‌ها ما با هم دیگه همزیستی داشته باشیم، هم دیگه رو بفهمیم و راه بهترین راه‌ها رو برای پیشرفت کشورمون در نظر بگیریم، خب اینها هم باید به حساب بیاد. این حرفا گفته شده، از قبل هم بوده در مسیر انقلاب ایران و من فکر نکنم انقلاب ایران اون سرنوشتی رو که الان پیدا کرده سرنوشت محتومش بوده. بازیگران سیاسی چه در حکومت چه در اینجا مسئولیت داشتن و البته مسئولیت اصلی هم با حکومت بوده، ولی جای بحث این مسائل من فکر نمی‌کردم که اینجاست که بخوام ورود بکنیم. اما برگردم به سوال شما که در مورد نقشه راهی که الان حاکمیت در ایران داره تا از این وضعیت خودش رو خلاص بکنه چیه؟
ابتدا در ادامه صحبت قبلیم که نقشه ایالات متحده آمریکا چه هست که ما بتونیم واکنشی در برابرش داشته باشیم. در دوره قبل من گفتم که موضوع تغییر رژیم توانایی ها و ظرفیت هایی در ایالات متحده آمریکا وجود نداره که او را بخواد به اجرا بگذاره و اگر بخواد پیگیری بکنه او با اختلافات جدی در درون خود نظام ایالات متحده آمریکا باش مواجه خواهد شد. موضوع تغییر رفتار رو مطرح می کنند. من به این موضوع فکر کردم که آیا این تغییر رفتار یک شعار صادقانه است و ایران، جمهوری اسلامی ایران میتونه واقعا روی این موضوع فکر کنه که اگر من این رفتارها رو تغییر بدم آیا ایالات متحده آمریکا هم آن رفتارها رو تغییر خواهد داد؟ یعنی آقای بولتون در واقع داره میگه که جمهوری اسلامی اگر تو تغییر رفتار بدی شاهد تغییر رفتار ایالات متحده آمریکا هم خواهی بود. آیا مسئله به این صورته؟ به این موضوع فکر کردم و میبینم که آقای بولتون با دقت اگر در کلماتش تعمق بکنیم میبینیم که هیچ نکته روشنی که چه تغییری در رفتار ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران داده خواهد شد اگر این خروج از اینجا باشه، خروج از اونجا باشه، این کار نکن، اون کار نکن، اون کار نکن، چه واکنشی از طرف ایالات متحده آمریکا به وجود خواهد آمد. من چیز روشنی نمیبینم. تا این 12 شرط آقای پومپو رو روشن نمیبینم. 12 شرط مال ایرانه. 12 شرطی که مال ایالات متحده آمریکاست که در ازای این به اصطلاح دیل میخواد بشه دیگه، بدبستان میخواد بشه، معامله میخواد بشه، اون طرف چه چیزی در سبد خودش داره به ایران تعارف بکنه. صلحا میزم صحبت میکنیم تعارف بکنه. آقای اوباما خیلی مشخص بود این حرفاش. برمیگردم به اینکه ایران چه کار باید بکنه. من تردید دارم که ایالات متحده آمریکا با این نیروی، نه ایالات، کشور رو نمیگم، آقای بولتون رو میگم، آقای براین هوک رو میگم، که اینها برای ایران برنامه خیر دارند، برنامه ای دارند که میخوان جلب بکنن منافع ایران در نظر گرفته بشه و مردم ایران به جایی برسند. اون چیزی که برای من مسلمه این هست که آقای نتانیاهو و متحده دیگرش آقای بن سلمان که الان این یه ترویکا تشکیل دادن، اینها میگن ایران ضعیفتری رو میخوایم، ایران درمانده تری رو میخوایم، ایران ناراضی تری رو، شکاف بین ملت دولت رو افزایش بدیم، نارضایی ها رو افزایش بدیم. اگر تدبیر ایران بخواد انجام بده باید بیاد رو این مسئله که رابطه دولت ملت چی میشه. ما میبینیم دیروز رفتن یه دونه پرچم دست گرفتند، آقای رئیس جمهور رو محافل وابسته به سپاه پاسداران، روشن این وابستگی، سخنران اونه. این پرچم ها هم گفتند که ما روش بعدم بیارید تحویل بدید، سازمان یافته است، خودرو نیست این که استخر فرح در انتظارت. اینها دارن منتخب مردم آقای روحانی، رأی مردم رو داشته و کسی از بالا از نیروهای نظامی رو تهدید به نیستی میکنه. اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد واکنش نشون بده باید جبهه درونی رو اینجوری متلاطم و این یأس رو در مردم نهادینه نکنه. جمهوری اسلامی ایران داره این کارو میکنه، با مردم خودش داره این کارو میکنه. آقای جوادی حصار، در داخل ایران چقدر نسبت به این موضوع فکری آرام وجود داره که جنگ نمیشه؟ چون یکی از حرفای که آیت الله خامنه ای میزنه اینه که مذاکره نمی کنیم ولی اگر نگرانی شما جنگ هست مطلق جنگ شانس وقوع نداره. ببینید، یکی از کارهایی که به نظر من برای تغییر رفتار آمریکایی‌ها در منطقه ایران دنبال داره میکنه و داره مستقیم و غیر مستقیم به مردم منطقه و به ویژه به مردم ایران پیام میده این است که سرنوشت کشورهایی که حرفهای آمریکایی‌ها رو مبنی بر تغییر رفتار پذیرفتن نگاه کنید، ببینید در منطقه چه اتفاقاتی براشون افتاده. مثلا عراق توسط آمریکایی‌ها تغییر رژیم درش اتفاق افتاد، بعد هم با هدایت آمریکایی‌ها دولت سر کار اومد و بعد در این سال‌ها ببینید چه سرنوشتی داشته. آیا آمریکایی‌ها توانستن نقشه‌های منطقه‌ای خودشون رو، آیا توانستن آرمان‌ها و امیال خودشون رو در حد عراق، در افغانستان، در سوریه محقق کنن؟ نتیجه حضور آمریکایی‌ها در سوریه
این شعار حرفی است که میتوان از فحوای کلام مسئولین ایرانی شنید. نتیجه حضور آمریکا در سوریه یک برادرکشی، جنگ و تفرقه قومی بوده که ویرانی سالهای سال باید به جا بمونه. در عراق شما دیدید که دولت داعش تا نزدیک بغداد اومد و اگر کمک های ایران نبود چه بسا بغداد سقوط میکرد. بنابراین آمریکایی ها برای انسجام بخشی به مردم یک کشور در این منطقه کمکی نمیتوانند بکنند الا که خود مردم اون منطقه بخوان، یا مردم عراق بخوان، یا مردم ایران یا سوریه. ایران داره این نهیب رو به کسانی که یه چشمی به اون طرف مرز دارن، به اون طرف خاک دارن، میزنه که خیلی مطمئن نباشید که اگر مثلا آمریکایی‌ها بیان شما روز خوش دارید یا آینده خیلی درخشانی خواهید. درست. الان وضعیت افغانستان نمونه زنده است که خود مردم افغانستان به ستوه آمدن این همه جفا و خونریزی. بنابراین یک راهکاری که به نظر من میرسه در این شرایط در داخل کشور باید اتفاق بیفته، حالا شعار کلی بازگشت امیده، برای این بازگشت امید 3-4 تا راهکار میتونیم براش، راهکارهای فوری و فوتی میتونیم براش پیدا بکنیم. یکی این که به نظر من به وعده هایی که آقای روحانی داد شرطی فراهم بشه که عمل بشه، یعنی صحیح. آقای روحانی بتونه به وعده هاش عمل کنه، مثلا حرف احس، مثلا رونق اقتصادی، برجام. و از اون طرف آمریکایی ها واقعا اگر در پی تغییر رفتار هستن، چه تغییر رفتار بهتری از اون چی که در برجام ایران بهش متعهد شد و تمام دنیا دارن میگن آقا ایران پذیرفته و داره تغییر رفتار ایجاد میکنه تو رفتار خود. یعنی به نظر من اگر آمریکایی‌ها یه مقداری منطقی تر با قضیه برخورد کنن و همونطور که آقای نگهدار فرمودن در پی تضعیف ایران و تقویت یک کشور دیگه در کنار ایران نباشن، ببینید چه تضمینی الان آمریکایی‌ها میتونن به ایران بدن که اگر ایران مثلا در حوزه موشکی یه مقداری خودشو محدود کرد، بله، چه تضمینی میدن که عربستان سعودی در حوزه موشکی و بالستیک خودشو تقویت نکنه؟ درست. آقای نگهدار خیلی اشاره دقیقی داشتن، مثلا در برجام بسیار روشن گفته شده بود که طرف ها چی کار میکنند، ایران مثلا چه میکنه، آمریکا چی میکنه، به دبستان خیلی روشن بود که آقای ترامپ از اون خارج شده. من تا سال من این بود که غیر از حالا مسائل روز مثل بالا و پایین شدن نرخ ارز، مثل گران شدن بعضی از اقلام، موضوعاتی مثل فساد و واردات و صادرات و اینها، مردم در داخل ایران تا چه اندازه یک طرح روشن از طرف حاکمیت میبینند، یک نقشه راه میبینند؟ من واقعا نمیتونم الان محکم بگم که این نقشه‌ای که اتفاق برش هست الان میتونه دستورکار دولت یا در دستورکار حاکمیت قرار بگیره. اون چی که توی فضا و اتمسفر غیر رسمی کشور داره اتفاق میفته و داره به منصه ظهور میرسه این است که همه میگن آقا عامل وضعیت موجود فساد گسترده است که در کشور ایجاد شده و برای مبارزه با این فساد باید همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی متحد بشن با هم دیگه. این خیلی خوبه، ولی من فکر میکنم که یک گام موثرش تو فضای غیر رسمی کشور، توی مطبوعات، توی فضای سیاسی و غیر سیاسی این است که بسترهای به وجود آمدن چنین فضایی رو باید از بین برد. یکی از بسترها مثلا دخالت‌های حاکمیت در انتخاباته، یعنی نظارت استصوابی اگر کنار گذاشته بشه و مردم نمایندگان واقعی خودشون رو بفرستن مجلس، واقعا این اتفاقات خیلی میتونه مهار بشه. اگر دخالت‌های اقتصادی و مثلا غیر اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی در بدنه دولت و در تصمیم سازی ها کم بشه، دولت میتونه با فراغ بالی بیشتری به درست. بیشتر نظر من این بود که آقای جوادی سار، چون شما در داخل ایران هستید، میخواستیم بدونیم که برای کسی که در ایران نشسته، برای فردی که یا خانواده‌ای که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه، این خبرها رو هم میشنوه، سیاست نه جنگ و نه مذاکره یعنی چی؟ چه اثری بر زندگی روزمره او میگذاره؟ این نه جنگ و نه مذاکره استخوان لای زخمه. به نظر من اصلا ما جنگ نمی‌خوایم بکنیم، خب این چیز خوبیه. ما اعلام جنگ نمی کنیم، بازم چیز خوبیه. خبر از قطعیتی که جنگ اتفاق نمی افته یک خبر
بالاخره محکم هست، ولی معلوم نیست چقدر مصدق باشه و تصدیق شده باشه این خبر. چه بسا که آقای ترامپ فردا برای که بگه ما حرف شما رو مثلا شکستیم و به مردم ایران ثابت کردیم که شما گفتیم جنگ نمیشه، ما جنگ را میندازیم، به یک جای ترقی هم بتر کنن. ولی بحث من اینه که اصلا ما در داخل ایران اگر بخواهیم واقعا به وحدت ملی دوباره چشم بدوزیم و یک پارتی ملی رو دنبال بکنیم و همه آحاد ملت ایران خودشون رو شریک در وضعیت موجود، شریک در و منتقد وضع موجود و امیدوار به وضع آینده داشته باشن، این است که بتونن انتخاباتی برگزار کنن که از نتایج انتخابات برخوردار باشن. ببینید آقای روحانی همونطور که آقای فرخ نگهدار گفتن 24 میلیون رأی گرفته و اون مردمی هم که آمدن به این 24 میلیون رأی رو دادن، بخش زیادشون آگاهانه آمدن رأی دادن، میدونستن دارن چه کار میکنن. 24 میلیون رأی دادن، اما این دولت نمیتواند بدون دخالت اون بخشای سخت حاکمیتی راه خودش رو پیش ببره، به وعده‌هاش عمل بکنه. دولت و دولت و مجلس رو نمیدونم جای دیگه گیر یک مجموعه هایی هستن که اون مجموعه ها همه کار میکنن به هیچ جا پاسخ نمیدن. درست. خب آقای شریعت مداری، به نظر من اینطور میاد که شما خیلی بدتون نمیاد که اگر ایران وارد مذاکره با آمریکا بشه شاید بتونه بخشی از مشکلاتش رو حل بکنه. آیا اینطوره؟ درک من درسته از فرمایشات شما؟ بله. ببینید اصلا هیچ اجماعی بر سر هیچ پروژه‌ای از جمله مذاکره در این حاکمیت نیست. صرف نظر از اینکه این حاکمیت میخواد چیکار بکنه آقای شریعت مداری، صرف نظر از اینکه این حاکمیت میخواد چیکار بکنه، اگر یکی از راهاش مذاکره باشه، مذاکره بله. در هر شرایطی مذاکره خوبه و عاقلانه است. خب اما میشه با ترامپ مذاکره کرد که از برجام خارج شده؟ من ببینید گزینه ها چیه؟ آقای ترامپ از برجام خارج شده، ایران هم بعد از برجام رفته قسمت موشکی خودش رو تقویت کرده تا جایگزین اون بشه. مسئله بر سر این نیست که همدیگر رو به بی‌اعتمادی تشویق بکنن و با هم مذاکره نکنن. مذاکره کار بدی نیست، من میگم ممکن نیست. گفت اگر را با مگر تزریج کردند از آن دو بچه‌ای شد کاشکینا. ما امروز در این وضعیت مملکت به دنبال تحلیل اوضاع و اگر و مگر نیستیم. این حرفایی که آقای جوادی حساب میزنن غیر ممکنه. اعتماد عمومی باز نخواهد گشت به این نظام. اعتماد عمومی رو روزانه این نظام و رهبرش خدشه‌دار میکنن. به هیچ وقت با 28 مرداد قابل قیاس نیست. 28 مرداد یک رهبر محبوب بود، حالا یک رهبر شکست خورده و ناکارآمد که رهبر فاسدان جمهوری اسلامی است بر سر کاره. و بنابراین اینجاست که مردم، عاملی که در 28 مرداد نبود، مردم تشخیص دادن که از این حاکمیت دورترن تا بقیه. به نظر من راهکاری که شما عنوان کردید راهش اینه که یک آلترناتیو قوی قدرت دموکراتیک تشکیل بشه، یک رفراندوم برقرار کنه و از این نظام سلب صلاحیت بکنه. انتخابات اگر نظارت استصوابی قابل عمل بود، بیچاره شعله سعدی رو که با این شجاعت جلوی مجلس رفت نمی گرفتن. کدوم جناح از نظام حاضر است این اهرم مهم رو از دست بده؟ حتی اصلاح طلبان می دونن نظارت استصوابی نباشه جایی در این مجلس ندارن. شاید شما گفتید که اون چیزهایی که آقای جوادی حصار میگن شاید خیلی عملی نباشه، ولی واقعا پیدا کردن یک آلترناتیو، یک جایگزین و بعد برگزاری رفراندوم که پیشنهاد میکنید، این عملیه؟ مسئله عملی بودن اینا نیست. ببینید ما در وضعیتی هستیم که اگر این نشه سناریو بعدی فیل استیت، یعنی فروپاشی اقتصادی نظام که مقدره به فروپاشی اجتماعی و هرج و مرج منجر میشه. ما باید این آزمایش رو بکنیم. امکان اینکه موفق بشیم خیلی زیاده. اگر هم موفق نشدیم به وظیفه خودمون عمل کردیم. ما اینجا ننشستیم تا بدترین سناریوها پیش بیاد و بگیم چون متاسفانه عملی نبود نکردیم. ما وظیفه تاریخی داریم و باید به این وظیفه قیام کنیم، باید این کار رو انجام بدیم. اگر شد ایران نجات پیدا کرده، اگر نشد یک تمدن از بین رفت. آقای نگهدار، شما هیچ خروجی میبینید از این
بن‌بست، فکر میکنید که این پیشنهادی که آقای شریعت مداری کردند ممکنه قابل انجام باشه؟ من قبول دارم که در ایران بخشی، در ایران ایرانی ها، بخشی از ایرانی ها به ترامپ یک نوع تمایلی و نقشه هاش آقای بولتون و آقای براین هوک و اینها یک نوع تمایلی نشون میدند. آقای شریعت مداری هم در این زمین ندارم ترامپه. ما داریم داخل مملکت هم. بله. نه در داخل مملکت. شما اشاره کردید که مردم دارن، برخی از مردم دارن به پروژه های آقای ترامپ یا آقای براین هوک و اینا تمایل نشون میدند. در خارج از کشور هم همینجور هست. برخی تمایل نشون میدن و اتفاقا آقای پومپیو هم چند وقت پیش با خب مهمانی 900 نفره ای دعوت کرد، سایر طرفداران یعنی کارگزاران آقای ترامپ هم مثل بولتون و دیگران در سازمان های در مراسم سازمان های دیگه شرکت کردن، نامه نوشتند عده ای از ایرانیان برای اونها. مجموعه کسانی که میخوان بیرون از بلوک حاکمیت یک جمعی درست کنند و نوعی خوشبینی دارند نسبت به آقای ترامپ و برنامه های اون، به نظر من ظرفیت بسیار بسیار ناچیزی برای تاثیرگذاری روی روندهای داخل ایران، روندهای سیاسی و مسالمت آمیز به نظر من دارند. یک همچین تلقی همونجوری که آقای جوادی هم گفتند در روح ایرانی پذیرا نیست. اگه بخوایم بی‌پرده تر صحبت کنیم، شما منظورتون اینه که طرح آقای شریعت مداری عملی نیست؟ من میگم عملی یعنی پایگاه اجتماعی نیرومند در داخل ایران بتونه پیدا بکنه و بیان دور این پروژه جمع بشن، این وجود نداره، اتفاق نخواهد افتاد. اونچه که اتفاق به نظر من میتونه بیفته و پروژه عملی تری هست برای تغییر در وضعیت سیاسی ایران این هست که مجموعه نیروهای سیاسی ایران که بخشی از اونها هم در حاکمیت هستند، اینها یک به اتکای اعتمادی که از مردم گرفتند، رأیی که از مردم گرفتند، در مقابل این فشاری که از بالا هست برای تضعیف دولت، برای فلج کردن دولت و برای به هم زدن امنیت اونها، نه مجلسیان اینقدر اهمیت دارند، اینقدر امنیت دارند، نه دولتی ها. اجازه بدید که در حد 1.5 دقیقه آقای شریعت مداری شما پاسخ آقای نگهدار رو بدید که بعد من سوال آخر رو از آقای جوادی حسار بپرسم. خواهش می‌کنم. بله، من فکر میکنم که چیزی که 40 سال نشده بعد از اینم نخواهد شد، اینها به هیچ وجه این اجماع رو به دست نمیارن، سپاه به هیچ وجه این دعوای قدرت رو ترک نمیکنه، مافیاها به هیچ وجه فساد رو ترک نمیکنن. در مورد اینه که حلقه های خارج از ایران نفوذ کافی رو به دست بیارن، نمایندهشون همون مردمی هستن که در داخل هستن و خارج از ایران نیستن. ما با بسیاری از کوچندگان مدنی و سیاسی ایران در ارتباط دائمیم و اونها این شجاعت رو دارن که حاضرن پای متنهایی که ما می نویسیم مثل رفراندوم امضا بگذارن. اصلا اینطور نیست که آقای فرخ نگهدار میگن. شما امروز اصلاح طلبان نفوذی در جامعه مدنی ایران ندارن، هر روز دارن این نفوذشون رو از دست میدن و به استثنای نیروهای غیر وابسته به این نظام کسی در صحنه نمونه. خب اجازه بدید که سخن آخر رو از آقای جوادی حسار بشنویم. آقای جوادی حسار، آیت الله خامنه ای گفته که ما با این دولت مذاکره نمی کنیم، دولت آمریکا، و شرایط فعلی رو هم خیلی برای مذاکره مناسب نمی بینیم مگر اینکه در موقعیتی این انجام بشه که کشور در ایران در موضع قدرت قرار بگیره. شما آیا هیچ این رو می بینید با توجه به اتفاقایی که داره میفته، زمانی قابل پیش بینی رو میبینید که ایران در موضع قدرت قرار بگیره و وارد مذاکره بشه؟ بله، من این رو میبینم، اما بخاطر میخوام اول از این کلیات رو بگم. بله، ولی یک صرف توضیح بیرامون فرمایش داد آقای شهر مدیر بدهیم. خیلی مختصر لطفا. آره، خواهش میکنم. وقتی شما میفرمایید که ما موظفیم به وظیفه خودمون عمل بکنیم ولو بلغ ما بلغ، خب ما 40 سال یه افار از طرف مسئولی حاکمیت جمهوری اسلامی هم داریم میفهمیم که میشنویم که اونا هم میگن ما باید به وظیفه همون عمل کنیم ولو بلغ ما بلغ. بعدی وسط شما از اون شعار میدید، اینا از این شعار میدن، بعد ما ملت ایرانی وسط گوشت قربانی باید باشیم. ببینید، شما میگید من معتقدم طی 40 سال گذشته که نشده الان هم نمیشه. خب اینا هم دارن میگن، برادر من، میگن که طی 40 سال گذشته آمریکایی‌ها نتونستن
هیچ غلطی بکنن، الان هم نمیتونن هیچ غلطی بکنن. آخه این وسط جناب جوادی عزیز، ما در مسیر تاریخ شنا میکنیم، اونا برعکس شنا میکنن. فرقش اینه. صحبت کنم شما فرمودین منم گوش دادم دیگه. بذارید من خب آقای جواد انصار خیلی کوتاه بفرمایید لطفاً. بفرمایید حرفتون رو. ببینید که این که شما میفرمایید اصلاح طلب ها در ایران هیچ نفوذی ندارن، این یک شعاره، یه واقعیت نیست. اما اصلا فرض رو میگیریم که اصلا نفوذ ندارن. اصلا فرض میگیریم که همه حرف شما درسته. آقای شریعت مداری، ما میخوایم از روش های معمول متعارف و قابل اتکا در داخل کشور ایران حرف بزنیم، نه در بیرون و نه از موضع اپوزیسیون. آقای جهادی استاد، چون شما حرف آقای شریعت مداری رو نقد کردید، خیلی خیلی کوتاه آقای شریعت مداری شما توضیحتون بدید. آقای صحبت من آقای موسوی تموم نشده هنوز. بفرمایید تموم کنید. اگه لطفاً سریع تموم کنید. که من با آقای جوادی اصرار دارم، یکی مسالمت بودن دوران گذشته، مسالمت آمیز بودن دوران گذشته است. یکی اینه که ما می‌خوایم ایران بهتر بشه و ایرانی‌ها خوب صحیح. زندگی صحیح. ما اگر میگیم 40 سال نشده، یعنی میگیم 40 سال یک حکومت ایدئولوژیک نشده. در دنیا در این چند دهه دموکراسی ها موفق بودن. ما یک دموکراسی میخواییم، ما شعار نمیدیم. بسیار خوب، خیلی ممنون. متشکرم. این رو انجام داده و شده. خیلی ممنونم. ممنونم از شما توضیحتون رو دادین. آقای جوادی اصلا نکتتون رو تموم کنید لطفا. آقای شریعت مداری متاسفانه فقط حرف خودشون رو میزنن. من خواهشم اینه که از دوستان منطبق با واقعیت های داخل ایران حرف بزنیم. در همین شرایط کنونی، در همین شرایطی که الان ما داریم حرف میزنیم، از نظر واقعیت و تغییر موازنه ها هنوز جریان های حافظ جمهوری اسلامی و مدافع جمهوری اسلامی، چه تو اصولگراها، چه در میان اصلاح طلب ها، اجماعشون اجماع اصلاح طلب ها اصولگراها ها از بقیه نظریات در داخل کشور هنوز بیشتر هست. بسیار خوب، بسیار خوب. شما میگید که هنوز اونها جایگاه خودشونو دارن. در حد 30 ثانیه آقای نگهدار بفرمایید. من فقط یک نکته رو چون موضوع اصلی بحث بود بگم در مورد مذاکره نه جنگ نه. این تلقی که مذاکره نه مربوط به جمهوری اسلامی و قطعیه، این اشتباهه. جمهوری اسلامی ایران همین الان هم در حال مذاکره با اونها هست به شیوه غیر مستقیم، و اگر آقای ترامپ پیشنهاد روشنی رو میز بگذاره که چی میده در مقابل خواستهاش، من فکر میکنم آقای روحانی و اینها میخوان که این مذاکره صورت بگیره. این بحث حتما در برنامه‌های بعدی ادامه پیدا میکنه. ممنونم فعلا از فرخ نگهدار اینجا، صادق جوادی حصار از مشهد با ما، و همینطور آقای شریعت مداری از هامبورگ آلمان. مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ که در دادگاه به علت تخلفات مالی و انتخاباتی گناهکار شناخته شد، میگوید آماده است با بازرس مولر بر سر پرونده روابط آقای ترامپ با روسیه همکاری کند. دادگاه دیگر پل منافارت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی آقای ترامپ رو هم گناهکار شناخت. آیا سایه استیضاح بر سر رئیس جمهوری آمریکا سنگینی میکند؟ همکارم مهنوش پورزیایی همین الان از واشنگتن با ماست. مهنوش، با توجه به اتفاقایی که افتاده این طرف و اون طرف در مورد استیضاح خیلی حرف زده میشه، واقعا چقدر نزدیک شده آقای ترامپ به این که استیضاح بشه؟ بحث استیضاح در حال حاضر در واشنگتن در بیش از 24 ساعت گذشته بسیار بسیار داغ شده. تمام رسانه‌های آمریکا دارن در مورد این موضوع به نوعی صحبت می‌کنن. منتها مسئله این هست که استیضاح پروسه حقوقی بسیار سختیه. سابقه نداشته که یک رئیس جمهوری که در کرسی ریاست جمهوری در کاخ سفید بوده با استیضاح از کرسی خودش برکنار شده باشه، و پیچیدگی هایی که وجود داره در مورد استیضاح، من جمله نیاز به رأیی که در کنگره وجود داره و در سنا وجود داره و اقلیت دموکرات ها در حال حاضر در مجلس نمایندگان، عملی شدن استیضاح رو دست کم در شرایط فعلی بسیار بسیار غیر دشوار میکنه. چرا در کنگره ممکنه که با این موضوع همراهی صورت نگیره، با توجه به اینکه خب در میان دموکرات‌ها و حتی در میان تعدادی از جمهوری‌خواهان آقای ترامپ منتقدان خیلی جدی داره، اونها چطور این رو به عنوان یک فرصت نمی‌بینن؟
فرصت هست قطعا اشتباه اگر بگیم که دموکرات‌ها دست کم در پنهان و در نهان از این مسئله و از بالا گرفتن این دعوای حقوقی خوشحال نیستن، ولی استراتژی که دست کم اونها به نظر میرسه پیش گرفتن این هست که مانور جدی روی استیضاح به طور خاص ندن. در نکته اول، در وهله اول این هست که در وضعیت فعلی دموکرات ها در مجلس، در کنگره اکثریت ندارن، بنابراین الان صحبت از استیضاح به جایی نمیرسه. تنها در صورتی که انتخابات ماه نوامبر، انتخابات میان دوره برگزار بشه و اونها اکثریت پیدا کنن، اون وقت به طور بالقوه در واقع شانس استیضاح بالاتر میره. کاری که دموکرات ها در حال حاضر میخوان بکنن این هست که بگذارن دست کم آقای ترامپ، که نشون داده تا الان روند کار و انجام فعالیت هایی که داره انقدر برای خودش درد سرساز هست که لزوماً دموکرات ها نباید حولش بدن به سمتی، کار خودش رو انجام بده و اونها روی چیزهایی مثل اصلاحیه مالیات و یا اینکه بیمه درمانی در آمریکا بیشتر در مبارزات انتخاباتیشون برای این ماه نوامبر مانور بدن، چیزی که خود مثلا نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان هم گفته این هست که ما الان به هیچ وجه نمیخوایم در مورد استیضاح مانوف بدیم. چیزی که مشاوران دموکرات ها دارن میگن اینه که احتمال 99% شما بحث استیضاح رو در تبلیغ های انتخاباتی در ایالت های مختلف نخواهید دید. چیزی که روش مانوف داده میشه بیمه درمانی و مالیات. امید اونها به این هست که در واقع بتونن این بحث استیضاح در رسانه ها و صحبت کردنش درباره دعواهای حقوقی که وجود داره بتونه نظر کسانی که تردید دارن در مقابله با آقای ترامپ، کسانی که تردید دارن که به دموکرات ها رأی بدن یا ندن، اون نظر اونها رو در واقع قطعیت بیشتری بده. با این اوضاع و احوال انتخابات ماه نوامبر تا چه اندازه میتونه به نفع آقای ترامپ باشه یا ممکنه به نفع آقای ترامپ نباشه با توجه به همه این اتفاقا؟ همه چیز در توازن بین حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در واقع صورت میگیره. از یک طرف جمهوری‌خواه‌ها در حال حاضر ساکت هستند، به نوعی خیلی کم حاضرن که بیان و با ذکر نامشون با رسانه‌های آمریکایی مصاحبه کنن در مورد این قضیه، ولی این طور که برمیاد از مجموع واکنش‌ها، جمهوری‌خواه‌ها دارن سعی می‌کنن روی اقتصاد و نقاط قوت آقای ترامپ تمرکز کنن در مبارزات انتخاباتیشون. در واقع هیچ کس نمی‌خواد به هیچ نوع سرنوشت خودش رو به عمل کرده آقای ترامپ گره بزنه، چون دیدن که در دو سال گذشته، در کمتر از دو سال گذشته اتفاقاتی در کاخ سفید میفته بسیار غیر قابل منتظر است و نمیشه روی اونها حساب کرد. دارن سعی میکنن روی چیزهای مانور بدن که میدونن قطعیت داره، مثلا آماری که در مورد اقتصاد آمریکا وجود داره. از طرف دیگه آقای ترامپ امروز صبح به وقت آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس، شبکه خبری فاکس، عملا گفت که اگر منو استیضاح کنید اقتصاد آمریکا شکست میخوره و متلاشی میشه از هم. تهدیدی که در واقع ضمنی هست برای رفتن کنگره آمریکا به سمت استیضاح آقای ترامپ، و این هم میتونه در هر حال نگرانی هایی در میان رای دهنده ها ایجاد کنه و اونها رو نسبت به رای که بتونه شانس استیضاح رو بالا ببره نگران کنه. متشکرم از مهنوش پورزیایی، همکارم در واشنگتن. ممنون که با این صفحه دو همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس. آدرس ما bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتر ما @bbcph2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترسه که آدرس ما هست facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظرتون رو درباره برنامه امشب برای ما بنویسید. همه برنامه های صفحه دو در فیسبوک ما آرشیو شده. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روز شما خوش. We'll be right back.